با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، شما بینندگان که بی صبرانه منتظرید یکی دیگه از پیشکسوتان و هنرمند کشور عزیزمون رو افتخار نصیب ما شد در خدمت سرکار خانم پری زنگنه باشیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام. سرکار خانم زنگنه، اگر یک سلام علیکی با بینندگان داشته باشید ما در خدمت هستیم. بله، درود فراوان به هممیهنان گرامی مقیم اروپا، به خصوص آلمان. اینطوره؟ بله بله، خوشحال هستم که آقای موسوی و کارکنان منو قابل دونستن، تشریف آوردن که برنامه‌ای تهیه بکنیم برای ارتباط بیشتر و متقابلاً جواب محبت‌هایی که نسبت به من ابراز کردید. زنده باشین، درود بر شما. ما یک بهانه‌ای بود و خیلی کنجکاو شدیم. سرکار خانم زنگنه یک خواننده محبوب، یک خواننده دوست داشتنی، محبوب همه مردم ایران، با خبر شدیم چند جلد کتاب نوشتن. این بهانه ای شد که ما خدمت شما برسیم تا الگویی باشیم برای جوانانی که خودشونو به تنبلی زدن. خانم زنگنه، چطور شد رفتین دنبال نویسندگی و کتاب؟ من خب اولین کتاب هایی که چاپ کردم چندین سال قبل، شاید 18 سال قبل، کتاب هایی بود در زمینه داستان های کودکان و میخوام بگم بیشتر علاقه شخصی خودم به دوران بچگی خودم بود که باعث شد که من کتاب ها رو بنویسم. یعنی آنچه که دوست داشتم به روی کاغذ بیارم، به خصوص که خب بچه ها رو خب دوست دارم، خیلی معتقد هستم به محترم شمردن بچه ها و به خصوص سالهای کودکیشون. از این جهت این کتاب ها بعد از اینکه با 8 عنوان چاپ شدن که متاسفانه هنوز نتونستم دوباره چاپ بکنم، بلکه مشاغل دیگه ای داشتم درباره نوشتن، مدتی بود که می دیدم ایران با همه وسعتی که در ادبیات و واژه ها داره نامگذاری خیلی کسل آور شده. بله. این بود که به فکر افتادم نامنامه‌ای بنویسم تحت عنوان آوای نام ها از ایران زمین. و این کتاب خوشبختانه 10 بار در ایران چاپ شده. بله. بی سابقه است. این کتاب رو که نوشتم در زمینه تمام استانها، حتی از طبیعت ایران من کمک گرفتم و خوشحالم که خیلی متداول شده. کتاب رو به زبان انگلیسی هم آوانگاری کردیم، به خصوص برای ایرانیان مقیم خارج از ایران. من خیلی توجه داشتم که نمیدونن چه اسمی انتخاب بکنن. بله. و اسمای کمکشون کردم، به خصوص نامهایی که خوش آوا باشن، معنای ایرانی داشته باشن، از طبیعت ایران. همونطور که گفتم خیلی الهام گرفتم از آبادی ها، روستا ها. و همچنین چندی پیشی که از شاگردان آواز من دیدم که اسم پسرشون رو گذاشتن زاگرس. بله. خیلی دوست داشتم که این اسم با ابهت کوههای ایرانی به روی جوانی که در آینده خودش مثل کوه باشه گذاشته شده. کتاب دیگر من که خیلی مطرحه که جناب عالی فرمودین، لطف کردین برای اون با من صحبت کردن سرکار خانوم، کتاب آن سوی تاریکی است. بله. این کتاب انگیزه بسیاری در من ایجاد کرد از جهت وضعیت نابینایی در جامعه. بله. در تمام جامعه بشری، به خصوص من همیهنان ایرانی که در آلمان تشریف دارن حتما میدونن که آلمان از نظر کار نابینایان بسیار پیشرفته است. از همه میتونم بگم کشورهای دنیا مسائلی که راجع به نابینایان هست خیلی حساب شده و
پیشرفت است. کتابی که درباره نابینایان نوشتم، نظر من این بود که خب نابینایان به ظاهر نابینا هستند، ولی واقعا جامعه است که نابیناست در مقابل نابینایان، چون چیزی راجع به نابینایی نمیدونند. بله. این بود که من یک نوع تحصیل و آموزشی به مردم دادم از طریق این کتاب و با اعتقاد و ایمان کامل نوشتم و فکر میکنم که بزرگترین خدمت رو به جامعه نابینایان از طریق این کتاب تا به حال شده. بله. البته بگذاریم از مدارسی که پیشرفتایی که نابینایان کردن، میدونید که مشاغل حساس در اجتماع دارن، ولی خب پا به پای اونها مردم هم باید آگاه باشن و این محدودیت نابینایان با همکاری و یاری دیگران آسان بشه از بین بره. بله. درود بر شما. راجع به همین کتاب که الان توضیح دادید، بله، بیشتر میخوام بدونم. میخوام اینو سوال کنم که هموطنان ما چه در داخل ایران، چه آلمان، چه جاهای دیگه، از کجا میتونن اینو تهیه کنن؟ جناب موسوی خیلی ممنونم سوالی که فرمودید. این کتاب رو من انحصار پخششو در اروپا به کتاب فروشی آیدا در بخوم دادم. بله. که تمام کارهای هنری من رو کتاب فروشی آیدا زیر نظر داره و با بدون چشم داشت و خیلی با علاقه و با محبتی که نسبت به من داشتن، بیشتر یعنی به فرهنگ ایران، کتاب ها رو در اونجا ما گذاشتیم برای این که به سهولت بتونن ایرانیان بهش دست بیابند، که تلفن روشون رو از طریق همین برنامه شما بدید به همیهنان که اگر خواستن اونجا تماس بگیرن. بله. بعد ایران چجوری، کجاها میتونن تهیه کنن؟ ایران ناشر کتاب سراست. بله. یا البته خود من در منزل در دفترم خیلی کمک کردیم به پخش کتاب. بله. نه از نظر تجارتی، البته خب همه دستن در کاران کتاب میدونن که مسئله تجارت برای نویسندگان مطرح نیست، به خصوص کسایی که کار پژوهش میکنن، خب بیشتر خدمت هست. بله. و این کتاب هم من خیلی ممنون هستم از کتاب سرا و وزارت ارشاد که نهایت همکاری رو کردن و کتاب به نحو احسن چاپ شده. بسیار چاپ خوبی، به جهت که این کتاب باید سالها در کتابخانه ها بماند. البته من امیدوارم که نابینایی رخت بربنده بر انسان ها، ولی خب میدونیم که چنین چیزی محاله. چنین عضو زیبا و حساس بدون پوشش همیشه در معرض خطر هست. و نابینایی چیزی نیست که به یک زمان و به یک جا ختم بشه و یا به یک عده محدودی خاتمه پیدا بکنه، منسوب بشه. ما همیشه از نابینایان صحبت که میکنیم میپرسیم اونها ندارند. اونها، خود من در 27 سالگی نابینا شدم در سر حادثه اتومبیل و شیشه های غیر ایمنی که در این ماشین به کار رفته بود. از اون موقع خب من با مدارس و جامعه نابینایان آشنا شدم و همینطور پیش که می رفتم مسائلی که برای خودم پیش می آمد مشترکاً می دیدم برای نابینایان دیگر هم مطرحه، به خصوص این که خب همیشه ما پیری، کهولت، سایر مسائل مثل بیماری ها، سالمندی، حوادث، همیشه چشم رو در معرض خطر قرار می ده. بله. که منجر به نابینایی می شه. یا اصلاً پیرچشمی، خب چشم هم مثل سایر اعضا فرسوده میشه، کهنه میشه، پیر میشه
و این بود که من تصمیم گرفتم این کتاب بنویسم. خیلی هم معتقد بودم و خیلی هم زحمت کشیدم. چندین سال با اعضای دفتر کار کردیم، پژوهش کردیم راجع به نابیناییان مشهور دنیا، مدارس دنیا که به نظر من خیلی لازمه همه بدونن که اولین مدرسه نابینا در کجا برپا شده، تاریخچش در ایران چیه. البته خب جناب موسوی، مشکلات امروز دنیا فقط مسئله نابینایان نیست. بله. ولی خب من هم یه گوشه کار رو گرفتم. هر کسی در هر کاری که بله تجربه ای به دست آورده میتونه که این تجربه رو در اختیار دیگران بذاره، برای که زندگی رو در کنار هم دیگه آسان‌تر و شیرین‌تر بکنه. بله، همین رو می‌خواستم سوال کنم که شما خودین فرمودین این تجربه، این بار سنگین تجربه‌ای که رو دوش شماست. بله. وقتی من وارد اینجا شدم دیدم که شما یک کلاس داشتید. بله. راجع به این کلاس هم اگر امکان داری توضیح بدید. حتما. من خب جناب علی وقتی که تشریف آوردید چندان آشنا به نحوه کار شما نبودم. بله. تصور کردم خب یک کار تجارتی میشه و بله. چندان خوشم نمیاد و با بله. شما هم که دیدین خیلی مشورت کردیم و جناب علی فرمودید که چه انگیزه ای دارید. خب بیشتر مشتاق شدم و از خانم شهناز تشکر میکنم که این وسیله رو فراهم کردن. یعنی منت به من گذاشتید که بهترین طریق رو در جلوی من گشودید که بتونم با همیهنان صحبت کنم، چون واقعا باید حقش رو آدم بیان بکنه. این بهترین وسیله ای بود که من میتونستم به ایرانیان راجع به این کتاب صحبت بکنم. غیر از این خب خیلی مشکل بود. فرمودید که کلاس آواز، کلاسی است که خانم ها تشریف میارن و بدونی که بدونن که روزی ممکنه خواننده بشن یا استعداد دارن، ولی صرفا روی علاقه به هنر یه کلاسایی داریم که امیدواریم که یه روزی از این خانم ها یه گروه کر تشکیل بدیم. کما اینکه هفته پیش یه گروه کر خیلی جالبی توسط یکی از شاگردان خود من برپا شد، گروه سالمندان. بله. خانم ها و آقایانی که بالای سن 60 سالگی هستند این گروه کر رو تشکیل دادن. بسیار زیبا بود، بسیار امیدوار کننده، بسیار شاد بود این گروه بله. کر که البته در دنیا سابقه داره. بله, بله میفرمید. من این زمزمه این آهنگ گنجیشکک اشیماشین که خودم یک دنیا از این آهنگ شما خاطره دارم رو بله. شنیدم، اینجا داشتن میخوندن بله. و اطلاع پیدا کردم که شما این آهنگ رو برای زنان افغانی بله. که فارسی زبان هستن خوندین. اگه امکان داره و این راجب این آلبوم هم یه توضیح بدید. خواهش میکنم. این آلبوم آخرین کار منه بله. که البته جناب علی من نتونستم خوب بیان بکنم. خواهش. چون خب نسل جوان دوست دارن بدونن سلیقه اونها رو بعد رعایت بکنیم. این ترانه گنجشکی اشیامشی که باید بگم یک قصه کودکانه بود که من حتی در بچگی شنیده بودم، برام خونده بودن، این در یکی از فیلم‌های فارسی مورد استفاده قرار گرفت با آهنگی که آهنگساز عزیزمون آقای اسفندیار که در منفردزاده در بله منفردزاده عزیزمون که در سوئد هستن بله. ایشون آهنگ این رو ساختند که در فیلم گوزها خوانده شد و که خیلی تو دل مردم جا گرفت. بله این در این کار جدید این رو به صورت تکنو که یه سیستم جدید آوازیه بالاخره من اجرا کردم. این موضوع افغانستان که فرمودید یک ترانه افغانیه که توسط یک هنرمند شاعر افغانی به من آموخته شد و من اونو اجرا کردم، هدیه کردم به زنان افغانستان. چشمای تو رو وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم، صحرایی میشم، تکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید خوشبرک میشم، کوپت میشم، ذره 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 میشم.
بله، چقدر زیبا بود، چقدر زیبا اجرا کردی. امیدوارم که بله. زنان افغانستان بپذیرند از من انشاءالله. خیلی سعی کردیم که لحجه و معانی کاملا اونجور که باید ادا بشه. بله. کارهای شما همه ماندگار، همه خوب، عالی، ما هم لذت بردیم. خب خانم زنگل، شما یه خواننده، همون اول برنامه عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، شما یه خواننده، یه خواننده‌ای که واقعا محبوب مردم از دید و بودید، چطور شد که از خوانندگی یهو به نویسندگی؟ این انگیزه شما از این چه؟ ببین اون درون من بود. بس. اون خواسته های من در این سالها، همه چیز، احساس، اندوه و مخصوصاً هر چقدر که انسان جلو میره خاطره ها غلیظ‌تر میشن، پررنگ‌تر میشن. همونجور که من خدمتتون گفتم، از کودکی خودم شروع کردم. اون چی که لذت بخش برای دنیای کودکانه در این کتاب آوردم و بعد همین کتاب آوای نام ها از ایران زمین و این کتاب اخیر، اکنون هم کتابی در دست تهیه دارم به نام، حالا البته عنوانش رو انتخاب نکردم، چندین عنوان من برگزیدم که ببینم کدوم باز جالب تر هست. آخرین عنوان هست من و هزار و یک شب آواز، یا شما هم با من آواز بخوانید، یا سرگذشت آواز من. به هر حال از همین تیترها به محتوای کتاب شما پی میبرید. و این انگیزه نوشتن کتاب درباره هنر آواز خوندن از اونجایی در من ایجاد شد که در کلاس ها متوجه شدم که خانم هایی که در کلاس های آموزشگاه ها یا درس های خصوصی غیر از کنسرواتوار مراجعه میکنن، بایستی یک زمینه ای راجع به تاریخ موسیقی و رشته اپرا که رشته خود من بوده و اصولا صدا سازی، گسترش صدا، تقویت صدا، پرورش صدا بدانند و فقط منحصر به چند اگزرسیز و تمرین ظاهری نشه و یک ترانه احیانا. این بود که من تصور کردم اطلاعات بیشتری از طریق، حالا اسمشو هرچی میخواییم بذارین، خودآموز آواز در این کتاب من مطرح کردم. خاطرات خودم رو در کنسرواتوار و نوشتن نام خانم های خواننده در قرون گذشته در ایران، که البته این من از کتاب های بزرگان موسیقی استفاده کردم، پژوهش کردم، زحمات ایشون رو به هر حال سعی کردم که بیان بکنم، در کتاب نام بیارم. و بخش دیگه که خودم خیلی در این کتاب سعی کردم با صداقت انجام بدم، آوردن نام تمام هنرمندان دوره خودم هنرستان بوده که حالا خب من مشهور شدم ولی حق این هنرمندان عزیزمون پایمال نشه و خیلی بیشتر از من بعضیاشون سواد موسیقی داشتند و در ایتالیا و آلمان و اتریش تحصیل کردند. البته خود من هم دوره هایی در این کلاس ها دیدم که البته در این مصاحبه شما نمی گنجه، این تاریخچه زندگی هنری من که در کتاب خواهم آورد. ولی با اعتقاد کامل باز هم، چون من عقیده دارم هر کاری که می کنم آنچه که در توانم هست به نحو احسن انجام بدم، فروگذار نکنم در هیچ موردی، چشم پوشی نکنم و آنچه که لازم هست. اصولا آدم اینطوری هستم که با صداقت و ایمان یک کار رو انجام بدم و خیلی پرفکشنیست هستم تا اون حدی که خودم میدونم. ولی کار موسیقی رو من رها نکردم. بله. این یک کار جانبیه که در زندگیم انجام میدم و خب ایجاد یک انگیزه برای من میکنه برای ادامه دادن. من همانطوری که در کنار نوشتن موسیقی خب رول اصلی زندگی منو داره و یکی از انگیزه هایی که من کلاس آواز رو اداره میکنم اینه که برای خود منم تمرینه که من فراموش نکنم هنر خودم رو و آنچه که با شاگردان انجام میدیم برای خود من دوباره تکرار میشه. و البته باید یک مسئله که هیچ وقت از زندگی من دور نبوده، به خصوص در این سالها، مسئله مهم و وجدانی و سرنوشتی منه
مسئله نابینایانه که پا به پای به موازات مسئله دیگه زندگی من همینطور ادامه داره. میبخشید جناب موسوی، من اجازه سوال رو به شما ندادم، چون انقدر استدعا میکنم در این سالها انقدر دیگه صحبت و مصاحبه شده که من دیگه درس خودم رو به قول بچه مدرسه ها فوت آب هستم و میدونم. خب همه شما در دنیای نابینایان قدم نذاشتید، همه شما مردم، خب مسئله نابینایان به طریقی یا متاثرشون میکنه یا خب لازم نمیدونند، ولی من معتقدم که انقدر یادگیری ها در زندگی زیاده که ما نمیتونیم دیگه تخصصی کار بکنیم. بنابراین هیچ بد نیست که راجع به هر مقوله‌ای کمی بدونیم، که بخصوص که استاد دکتر خزائلی که معرف همه مردمان دنیا در جامعه نابینایان هستند، وقتی من نابینا شدم با استاد آشنا شدم، همیشه سفارش میکردن که نابینایان تحصیلات و معلومات عمومیشون باید اونقدر باشه که بتونن با جامعه خوب ارتباط برقرار کنن و منزوی نشن. از این جهت بود که هنوز هم به طریقی من با جامعه نابینایان همینطور کارم مثل این که ادامه داره. وقتی من این کتاب آن سوی تاریکی رو به اتمام رسوندم، تصور کردم دیگه کاری با نابینایی ندارم، به جز خودم که نابینا هستم دیگر کار من تموم شد. بعد در کنسرتی که در اتریش داشتم سال گذشته و برنامه‌ای که برای امضای کتاب دعوت شد و از طرف یک انجمن که به اونجا سفر کردم، متوجه شدم که مسائل دیگری در زندگی نابینایان جا داره باز میکنه. اختلاط کودکان نابینا در مدارس با بچه های نابینا که خیلی قدم بزرگیه، فروشگاه های تاریک، رستوران های تاریک، اینا برای آموزش جامعه است. بعد دیدم باز هم یک موضوع دیگه، ولی موضوعی که این چند روز منو خیلی مشغول کرده به خودش که باز فکر میکنم، و اون نابینا شدن چند خانم در اثر اسید پاشیه. بله. که بسیاری وقت فکری من گرفته که چه باید کرد، به خصوص که به هر حال اسید آب کرده، ذوب کرده چشم رو، این عضو حساس رو. بله. و این چند خانمی که دچار نابینایی شدند در مراحل اولیه هستند، مراحلی که ما سالهاست گذروندیم و داریم فکر میکنیم چه باید کرد. مسیر زندگی عوض شده و به این زودی نمیتونیم به یک خانم 24-25 ساله نحوه زندگی جدید و غرق شدن رو او بهش یاد بدی. او الان مدتی طول خواهد کشید که به احساس خودش غلبه کنه، به تأثیرات خودش، و مشکلات زندگی به او اجازه نمیده حتی متأثر بشه. او داره فکر میکنه چه بکنه، و من هیچ راهی برای معالجه این خانم ها وجود نداره، به قدر اسید عمیق پاشیده شده که بسیار مشکله این عمل ها. البته یک کودکی رو دوستان من با کمک فرستادیم به امریکا که اندکی کمک برای او ممکنه بشه، ولی خب او بچه 3 ساله‌ایه و من غمی برای او ندارم، چون اون به روش نابینایان بزرگ میشه، بسیار شاد، خوب زندگیشو اداره خواهد کرد. ولی یک خانمی که 2 فرزند 3 ساله داره، او چه باید بکنه؟ و من از طریق این تلویزیون دلم میخواد که بار بیشتری به برنامه شما بدم انشاءالله. غیر از اون چه که شما درباره زندگی هنرمندان، خب هر هنرمندی به قول فروغ فرخزاد شاعره ما، یه روزی به دنیا آمدیم، یه روزی از دنیا میریم، و کنجکاوی های درباره زندگی نابینایان مورد نظر مردمی که خوشبختانه اینترنت ماشاءالله این فضول خانوادگی برای همه برقراره و همه حالا برای علاقه حتی کنجکاوی دست پیدا میکنن. ولی اون چیزی که من میخوام بگم هرگز گفته نشده و معلوم نیست که از چه طریقی ما بتونیم با مردم صحبت بکنیم که
جلوی این فاجعه رو بگیریم، تک تک با مردم خواهش بکنیم که جلوی عصبانیت های خودشون آقایون بگیرن یا خانم هایی که اقدام به این کار میکنند مسلط بشن، به عاقبت کار بیاندیشن. حتی تمام کسانی که اقدام به این حرکت کردن، ما خب بچه ها رو میشناسیم، خانم هایی که دوچار نابینایی شدن، حالا زندگی اینها که به هر حال به روند دیگری سرنوشت اونها رو سوق خواهد داد، خود کسانی که اقدام به این کارها میکنند زندگی خوشی نخواهند داشت، در گوشه زندان ها یا مورد ملامت یا وجدان خودشون. باید این فرهنگ برچیده بشه، مردم یک فکر دیگه پیدا بکنه. بله، ماشاءالله خانم زنگله انقدر زیبا اختیار. انقدر این بیانات زیباشون ما رو به عالم دیگه برد. اگر اجازه بدید، من وقتی وارد اینجا شدم تمام در و دیوار رو لوح گرفته تندیس ها. اگر اجازه بدید بریم تندیس ها رو ببینن. خواهش میکنم. برگردیم، باز در خدمت شما هست. خواهش میکنم. بنشین آی ملال طبیب دردم، طبیعت ما بنشین آی ملال طبیب دردم، لای لای جون الهی آی تو در نامدی ما مردم، لای لای جون الهی آی تو در نامدی ما مردم. تندیس هایی که دیدین و این لوح هایی که دیدید، همین تندیسی که الان دست منه از خانه موسیقی ایران. خانم زنگره، این تندیسی که الان دست منه، بله، شما فکر کنم تازه گرفتید. بله. اگر امکان داره راجب این تندیس، بله، توضیح بدید تا بریم. یک لوحی هم من اونجا دیدم خیلی زیبا بود از انجمن خیریه، خواستم ببینم تو کار خیر هم هستین شما، چه کارهای انجام میدید؟ طبیعتاً بله. خب اینو اول جشن خانه موسیقی. جشن خانه موسیقی تقریباً دو ماه پیش در تالار وحدت و رودکی، من همیشه این دو اسم با هم میگم، بله، به من و 10 خانم دیگه در موسیقی ایران داده شد که خیلی ممنون هستم، سپاسگزارم ازشون. خانمهایی که در موسیقی، در چه رشته آواز یا ساز، حائز ارزش و بزرگی کارشون که نام بردند و بله، اگر امکان داره اسمشون دادن. بله اسمشون. بله، خانم عرفه عطرایی، بله، که سنتور میزنن و کتابی درباره سنتور نوشتن. ایشون شاگرد استاد پایور بودن. بله بله. سرکار خانم هنگامه اخوان،
خانم پریسا. بله. و چند خانم دیگه که اسمشون رو من الان در این فاصله حضور ذهن، ولی همه رو تک تک اراده، خانم اوفلیا پرتو بله. که سالها پیانیست سرکار خانم خاطره پروانه بودند و بانوان دیگر بهشون این جایزه داده شد. بله. تنها من نبودم، من یکی از اونها بودم. و به هر حال بازم باعث دلگرمیه. بله. که خب راجب خیریه. خب ببینه، این طبیعتاً آدم هنرمندان به این راه کشونده میشن. چه لذتی میبرین شما؟ خب بسیار. برای اینکه من بارها برای چند خانم که اسید به صورتشون پاشیده شده بود به نفعشون برنامه اجرا کردیم و امیدوارم که مسئولین این امور در ایران بدونند که یه وقت اگه دعوتی از من میشه در این زمین است. البته خب خیلی ممنونم از همکاریشون که همیشه این راه رو برای من باز گذاشتن که در کشورهای دیگه ما کنسرت برای ایرانی ها گذاشتیم در مجامع فرهنگی و به نفع این اغلب این بچه ها در خارج از ایران خب خیلی ما برنامه اجرا می کنیم و امیدوارم که هیچ وقت، البته تا به حال ممانعتی نشده و امیدوارم که همچنان تا اونجا که من قدرت دارم بتونم جلو برم. خب وقتی که برای خیریه ها آواز می کنم همون حالتی رو دارم که اولین کنسرتی که در تالار رودک اجرا کردم، خب مثل همه هنرمندا هراس زیادی داشتم. در سال 53 بود. 53. بله. اولین کنسرتی که در تالار بود. بله. وقتی به روی صحنه می رفتم خب خیلی هیجان داشتم. بله. ولی فکر کردم که اولین کنسرت رو به نفع امور فرهنگی نابینایان برگزار کردیم. بله. که اون زمان یک دستگاه تلفن از آلمان خریداری شد، زیمنس، که بتونیم بچه ها دوره ببینن برای تلفن چی بودن. بله. تلفن هایی که به زنگ صدا چیز شده بود، ترتیب داده شده بود، ساخته شده بود با زنگ برای نابینایان مناسبی که البته الان خیلی پیش پا افتاده است و این شغل هم بسیار شغل ساده ای شناخته شده چون الان نابینایان به مدارج بالای دیگری دست یافتن. این شغل خیلی ساده بوده اون زمان برای نابینایی که اون کنسرت رو به نفع جامعه فرهنگی گذاشتیم که، ولی خب خیلی من ترس و هراس داشتم. اما موقعی که روی صحنه رفتم خب انگیزه این کنسرت به من خیلی قوت میداد که نترسم و برنامه‌مو خوب اجرا بکنم. اکنونم همینه. بعضی وقتا خب این نوشته‌هایی که لطف کردن انجمن‌ها دادند اغلب کمک میشه، یه کمک ناقابلی هست برای پیشرفت کارای این انجمن‌ها. خب طبیعتاً وظیفه میدونم، یعنی یه نوع قمص و زکات و مالیاتی است که هنرمندا بالاخره باید بپردازن برای محبوبیتشون یا طرفشون و وظیفه‌ای که دارن. اولین بار که رفتین روی صحنه به قول خودتون که استرس گرفته بود، یادتونه چه آهنگی رو خوندین اونجا؟ بله خیلی خوب خوندین. میدونی که تحصیلات من، درسته که من با موسیقی ایران بزرگ شدم. بله. تمام آوازهای محلی راجب موسیقی هم صحبت. حتما. بله. خب تمام آوازه خواننده ها رو ما حفظ میکردیم، دوست داشتیم. در دبیرستان خب من از کودکستان میخوندم، بچه بودم و خب یادمه شعرهای کودکستان رو میدادن بخونیم. بعد به دبستان، جشنهای مدرسه، بعد دبیرستان، طبیعتا اون سنی که دخترها زیر درخت های دبیرستان میشینن و میخوان گوش بدن که خب طبیعتا آوازهای خانم دلکش، مرضیه، شاپوری، همه اون خواننده ها مورد علاقه ما بوده و اونا رو میشناختیم، دوست داشتیم. بله. تا اینکه من به سن 16-17 سالگی که رسیدم به من توصیه کردن که به اقوامم که من بایستی به هنرستان برم و اتفاقا به هنرستان عالی موسیقی تهران راهنمایی شدم که توسط خانم اولین باخشبان برای تعلیم دیدم. بله. و بدونی که قصد داشته باشم که خواننده رسمی بشم، ولی خب
به دنبال توانایی صدام رفتم و این چیزیست که همیشه من به همه مردم گفتم، حتی به شاگردا میگم که فکر نکنید فقط آواز هنره، زندگی کردن هنره. چرا شما غافلید از کسانی که در زیرزمین ها در چه جاهایی هنر آفرینی میکنند ولی چهره شون رو نمیشناسید، فقط آثارشون رو میدونید. ولی ملت ایران فقط موسیقیدان ها رو هنرمند میدونند، خواننده ها رو دوست دارن به موسیقیدان ها میگن هنرمند، ولی حق اونها نباید زائل بشه ولی از بین بره. اما موسیقی خب استعدادی بوده که با من به دنیا اومده، یعنی عضو فیزیکی صدا ساز من خب مناسب بوده، ولی من بدونی که بخوام وارد هنرستان عالی موسیقی شدم. و من همیشه گفتم برید به دنبال تکمیل توانایی خودتون، هر کاری که خوب میتونید انجام بدید اون هنره، فقط آواز خوندن نیست. اگه نتونستید خواننده بشید مایوس نباشید، هنرهای دیگر و توانایی های دیگرتون رو تکمیل بکنید. خب وقتی من به هنرستان رفتم، دو سال سه سال رشته اپرا رو درس خوندم، چون گفتن صدای وسیعی دارم. بعد ازدواج که کردم خب دیدم اپرا رشته خیلی جدیه، سنگینه، نمیتونه هابی باشه، سرگرمی باشه. آواز خوندن رو رها کردم به دنبال زندگی خانوادگی. خب زندگی خانوادگی هم شوخی نداریم، یا باید مادر خوبی باشیم یا اگرچه امروز دیگه خانم ها قادرن واقعا مادر خوبی باشن، همسر خوبی باشن، هنرمند خوبی باشن. این بود که موقتا من آواز رو رها کردم. تا اینکه در این حادثه رانندگی که من نابینا شدم، معلمین هنرستان که با من در تماس بودن از این خبر خیلی شوکه شدن، خیلی شاکت شدن. این بود که گفتن که 50 بود، تصادف کردم، 50 51. بله، این بود که اتفاقا در همین روزها بود که نزدیک روز مادر بود، در پاییز بود. وقتی این حادثه پیش آمد، معلمین منو دوباره تشویق کردن که برگرد و دوباره آواز رو بخون. بعد من دیدم آواز یک مرحله جدیتری تو زندگی من داره پیش میاره و من بخوام همینطور سرسری به این هنر نگاه بکنم پیشرفتی نخواهم کرد. و طبیعتاً وقتی از همسرم جدا شدم، البته با احترام زیاد، من همیشه از ایشون خیلی با احترام یاد میکنم، چون هنوزم به بسیاری از خصایص اخلاقیشون معتقد هستم. خب به هر حال شایدم این حادثه تأثیری در جدایی ما گذاشته بوده. سوال کنم شاید شما ماشاءالله. شاید من فکر میکنم ایشون شاید روحیه‌شون رو بیشتر از من از دست داده بودن. اما فراموش نکنید که در اون زمان خب مثل امروز اینقدر نابینایان در جامعه مطرح نبودند. بله. شاید این هم یک واهمه و حولی در همسر من ایجاد کرد. به هر حال من ناراضی نیستم از این جدایی. بله. به دلیلی که وقت بیشتری رو صرف هنرم کردم. بله. و کاملا خودم رو در اختیار نابینایان و هنرم گذاشتم. این دو جاده بود که در جلوی من باز شده بود و به جایی رسیدم که خیلی جدی، شاید بیشتر آموزش های اپراها رو من در نابینایی کنار پیانیستا یاد میگرفتم، چون نوت میشناختم، برام میگفتن که اینجا چه میزانیه چه نوتیه و با گوش دیگه حفظ میکردم. و اما چرا من گرایش به آوازهای محلی ایران پیدا کردم که میدونم سوال بعدی شماست که خودتون قبل از فیلم برداری فرمودین. من از در آوازهای ایرانی خب خواننده های روز رو میشناختم، ولی آوازهای محلی رو زیاد نمیشناختم. شناخت نداشتیم تا حدی که ترانه‌ای که مادر بزرگامون میخوندن اینها. بگذاریم از امروز که هنرمندان بسیار خوبی داریم، خانم سیمای بینا تحقیقات زیادی میکنن و و و و از همه مهمتر خوانندگان خود اون آبادی ها و دل روستاها که خیلی بهتر از ماها اجرا میکنن با سوز و گداز و صدا و سازهای محلی که مردمی تره
ولی امیدوارم که کسانی که به نام من آوازهای ایران رو، ترانه های محلی رو اجرا می کنند، اون متانت آوازهای محلی رو از دست ندند. بله. اون اصالت و شیرینی آوازهای محلی نباید باعث بشه که سبکسرانه باهاش رفتار کنن. بله. ولی در اولین کنسرتی که شما فرمودین من چه چیزی اجرا کنم؟ بله. خب در یک کنسرت خواننده باید طبقه بندی کنه. اگه کلاسیک میخونه باید از قرون گذشته شروع بکنه تا به امروز. خب طبق اون رپرتواری که من حاضر کرده بودم از قرون گذشته، قرن 17 و 18 آوازهایی از آریانتیک ایتالیایی خوندم، بعد به ترانه های آلمانی رسیدم، لیدهای شوبرت و شومان رو اجرا کردم که در آواز خوندن جای خاصی داره، خیلی سخت اجرا شد. بعد وزیر فرهنگ و هنر اون زمان آقای پهلبد بودن که وقتی از برنامه من مطلع شد به عنوان یه شاگرد گفتن حتما بهش بگید که از ترانه های محلی ایران هم در رپرتوارتون بذارید. این بود که چند ترانه محلی که تنظیم شده بود برای آواز توسط آقای روبرت گریگوریان من اونها رو اجرا کردم. و آنقدر این ترانه ها دلچسب شد، اون هم با صدای آپراتیک یعنی سوپرانو، یعنی به صورت دیگری اجرا کردیم که خیلی مورد پسند قرار گرفت و همین باعث شد که سازمان‌های مختلف هنری، کانون پرورش فکری کودکان و آهنگسازها آمدن و همین منو هل دادن تو راهی که امروز هستم. بله. خب انقدر شیرین و قشنگ صحبت میکنید، بعضی از سوال ها رو من از خدمتتون خواستم بپرسم، خودتون جواب دادین. باز خیلی از هموطنان ما اس ام اس دادن یا پیام گذاشتن یا ایمیل دادن، از حال شما جویا شدن. اگر اجازه بدید بریم این قسمت برنامه رو ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما هستیم. خب خانم زنگنه، من سوالی که از شما داشتم اینه که به فارسی بگین که من بتونم به آلمانی ترجمه بکنم. بله. که اون کتاب فروشی که در آلمان هستش. بله. و چیزهای دیگه هم که میخوان شما بگین من. بله. به آلمانی ترجمه بکنم که بتونن آلمانی زبان هم از هنر شما، از علم شما استفاده بکنن. شما اگر بگین من هم میتونم به آلمانی. درود میفرستم به ملت آلمان که خیلی چیزا من یاد گرفتم ازشون، آوازاشون رو خوندم. انقدر که مثل شما سلیس نمیتونم، وقتگیر خواهد شد. فقط من میتونم بگم ich habe gefergessen meine Deutsch aber ich kann singen besser. Sie können sehr schön, Sie können auch noch gut sprechen. مخصوصا که لیدهاشون رو خیلی دوست دارم. هنوزم Liedhaie Schumann ra in der Fremde خیلی دوست دارم. Die Frau Sängerin, sie liebt Deutschland. Sie war schon in mehrere Länder auf der Welt. Sie liebt so gerne Deutschland. Sie wünscht sich noch einmal dahin zu kommen und einmal einen Konzert zu geben. Ich wünsche mir auch sehr. Ich hoffe, dass mal sich ergibt. Selbstverständlich, sie möchte gerne mal nach Berlin, wenn sich ergeben würde, wird sie gerne mal nach Berlin kommen. Mhm. Oder egal, woanders in Deutschland, dass sie mal einen Konzert gibt. Sie hat eine wunderschöne Stimme, sie hat auch ein ganz tolles, sie hat auch verschiedene Bücher. Und auch, glaube ich, in deutscher Sprache. Ich werde auch nachher die Nummer geben. Und dass die auch dort die Leute diese Bücher besorgen können. Und weiterhin بعد از این خانم زنگنه چه خبری دیگه داریم براشون؟ امیدوارم که من فکر میکنم مردم آلمان از کتاب من خیلی
خوششون بیاد، بلکه خیلی با مسائل نابینایان آشنا هستن و امیدوارم یه روزی کتاب من ترجمه بشه به آلمانی. بله. Es ist ja so, sie hat ja mehrere Bücher geschrieben und weil sie halt, wie sie gehört haben, viele Jahre früher hat sie mal ihre Augen in einem Unfall, leider durch einen Unfall ihre Augen verloren. Sie sieht seitdem nicht mehr, aber sie hat eine wahnsinnige Intelligenz, die Frau. Sie hat ein wahnsinniges Bewusstsein und sie liebt singen, sie liebt gerne Bücher zu schreiben und sie wünscht sich sehr, dass sie ihre Bücher auch in deutsche Sprache übersetzt. Falls irgendjemand diese Sendung sieht, werden wir uns riesig freuen, dass durch die Telefonnummer und oder über PDF Bescheid zu sagen, wer ihr helfen kann, diese Bücher in Deutsch zu übersetzen für die viele Leute, die nicht sehen können, oder für die Blindenschule und viele andere auf der ganzen Welt. بعد از اینکه دلتون میخواد بعد از اینکه دلتون میخواد این کتابای شما با آلمانی ترجمه بشه و آرزوتون هم هستش که یک سفر الان در آلمان کنسرت داشته باشین، گفتم مخصوصا اگر بشه برلین چه بهتر. میگم آرزوتون اینه که یعنی من خود اینا یه بهانه هم هست که دوستای زیادم تو آلمان دوباره ببینم. به 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 بله، برگشتیم. این هموطنان خونگرم ما حالا هر جای دنیا که زندگی میکنن، مخصوصا ایران و آلمان، خیلی علاقه‌مند به صحبت‌های شما، کارهای شما. خانم زنگنه، میخوام اولین آهنگی که خوندین، البته ما یه صحبتی راجع به کنسرتی که اول داشتید صحبت کردیم، میخوام اون اولین آهنگی که خوندین راجع به استرس میخوام بدونم. بله. و آخرین آهنگی که خوندین. بله. و میخوام ببینن که خانم زنگنه برای آینده چه برنامه‌ای دارن. میخوان موسیقی رو کنار بذارن، خوانندگی رو کنار بذارن، یا که نوشتن رو کنار بذارن، اینا رو میخوان ادامه بدن. سه تا سوال. ببینید، من آقای موسوی با این دنیایی که برای خودم ساختم به هیچ وجه نمیخوام خداحافظی کنم، نمیتونم جدا بشن. سال هاست که همه از من میپرسن، مثلا میگن چرا سفر نمیکنی به فلان جا، اینجا، اونجا، مثلا فامیل داری یا کسی. ببینید، من وقتی یک سفری برم که کار مطرح نشه وجدانا ناراحت هستم. اینقدر عادت کردم، حتما یا مسئله نابینایان یا کتاب ها یا آواز. اگر به کشورهایی رفتم، حتما وقتی که میخواستم این کتاب کامل بشه به مدارسشون سر می زدم ببینم آموزشگاه هاشون چطوره که این برای کتاب کار داشته باشم، مقاله بنویسم. و کنسرت هم که حتما همینطوره. بارها شده که مردم اختراعات چشم پزشکی رو برای من می فرستن که اختراعهایی که شده برای معالجه چشم، که اصلا برای من دیگه جالب نیست. درست. انقدر عادت کردم و به دنبال یه خیال واهی نیستم، چون میدونم معالجه چشم بسیار سنگینه، به خصوص مسئله چشم من مسئله شبکیه است. رتیناه که شیشه ها اعصابش رو به اصطلاح بریدن، قطع کردن. این است که من به هیچ وجه علاقه ندارم و خیلی عادت کردم. بله. بنابراین یک فکری که منو مشغول به خودش بکنه و منو باز داره از مسائل واقعی زندگی، ملموس زندگی، به دنبالش نیستم. اگه به من بگن یک جای کنسرته یا شما یک کنسرت باید برقرار کنین، مسلما خیلی منو بیشتر خوش میاد تا یک
جایی که کشفیاتی کرده باشند برای چشم پزشکی. این است که واقعا تمام علاقه من منعکس شده روی این دو مسئله. بله، که به کشورهایی که مسافرت میکنم خیلی دوست دارم و اغلب خوب متاسفانه چون ما آژانس یا ایجنت های ساپورت کننده یا معرفی هنری نداریم، بنابراین هر اتفاقی هم در خارج از ایران برای ما میشه از طریق انجمنهای ادبی و انجمنهای فرهنگیه که باعث میشه که گاهی دعوت بشیم به خارج. و خب من خیلی علاقه دارم، بسیاری از دوستام رو تو این کنسرت ها پیدا کردم. به خصوص من سالها آلمان بودم، در آکسبورگ بودم، اونجا درس خوندم، بعد به شهر گراتس رفتم در نابینایی، اونجا بودم و اتریش و ایتالیا رفتم در سانتا چیچیلیا، دوره های کوتاه تابستانی گذروندم. خیلی علاقه دارم به آلمان، خاطرات خوبی دارم از آلمان. بله، از آلمان خیلی دوست دارم آلمان رو، و هر بار هم که برنامه ای انجام میشه من میپرسم که خب کجای آلمان دوباره بایستی برم. و الان یک صحبتیه، شاید به برلین بریم انشالله. سالهای گذشته به دوسلدورف خیلی رفتم، به فرانکفورت رفتم، با شخصیت های ایرانی خیلی خوب آشنا شدم، خیلی علاقه دارم. مخصوصا پدر مادرم آلمان رو خیلی دوست داشتن و در آلمان کوتاه مدتی بودن، برای من خیلی خاطر است. بله. امیدوارم که باز هم بتونم، سفرهایی که در پیش دارم احتمالاً به انگلستان بتونیم یه سفری بکنیم اگر باز یه کاری پیش بیاد. و البته دو مسئله، من همیشه تو زندگی برای خودم یک هدف درست میکنم، روی اون فکر میکنم، اون رو به اصطلاح یک گل و هدف زندگیم قرار میدم، که خیلی بهتر از اینی که همینطور پریشان کار بکنم. فکر میکنم که دو مسئله است که دلم میخواد که آقای خیامی رو ببینم. بله، انشالله که میبینیم. شاید که ایشون کسی بودن که ماشین های ایران ناسیونال در ایران حادثه منو به وجود آورد و متاسفانه نتونستم ایشون رو ببینم، اگرچه من هیچ وقت خیلی احترام به ایشون میذارم در اون موقع حتی که این حادثه پیش آمد و به من گفتن که خب باید تعقیب بکنید، بعد من و همسرم گفتیم خب یه کمپانی بزرگ ایرانی باید تشویقشون بکنیم، و اخیراً هم شنیدم که خب خیلی کمک میکنه و امیدوارم که در لندن این طریق این مصاحبه یک به گوش ایشون برسه. بله، که من ارتباطی باشه، بله، ارتباط بشه در لندن، بتونم ایشون رو ببینم، کمکی جلب بکنم ازشون برای پخش کتاب‌هایی که در لندن داریم انشالله بتونیم. طبقات من زیاد نیست، همه مردم میگن ای وای تو با این حادثه‌ای که اینقدر وکلای دنیا گفتن چنین و چنان بد بکنی، چنین بی صدا رفتین کنار، ولی خب طبقات من بنزه دنیای کودکی منه. بس. و امیدوارم که بله اولین آهنگ رو میخوام، اولین آهنگ رو میخواستم بدونم و آخرین آهنگ که سوال من بود، آخرین آهنگ رو اجازه بدین دیگه نخونیم دیگه، اون آهنگ یه خوش آمد نخواهد بود. اولین آهنگ خیلی یا نمیتونم نام ببرم. نه، اولین آهنگی که خوندین و به دل مردم نشست. لالایی ها. لالایی ها. بله، یعنی ضبط شد. بله. لالا لالا گل لاله پلنگ در کوچه میناله. بله. این ترانه و بعد شکار آهو. و گنجشک آهو که مثل یه انقلابی بود در ایران. اصلا این شده لوگوی من. بله. یعنی من با اون این همه ضبط هایی که در اپرای ایران دارم، آثاری که اجرا کردم که خودم خیلی دوست دارم، سمفونی هایی که اجرا کردم، ولی هر جا میدیم خب مردم اینو ساده دوست دارن. بله. در اینجا بله. ببخشید من اومدم تو حرف. خواهش میکنم. چند تا آهنگ خوندین تا حالا؟ یاد تصور کنید که شاید 20 سی دی که ضبط شده موجوده. بله. که هر کدام 10 تا باشه، متجاوز از 400 تا 500 تا ترانه هایی که
خوندم و ضبط شده نصفش. الان این 20 تا فرمودید، از این 20 تا الان تو بازار هست؟ تعدادش، بله تعدادش در همون کتاب فروشی آیدا در بخوم هست که اونها پخش میکنن و تعدادش هم که اگر بخوان براشون یه جوری تهیه خواهد شد که در اختیارشون گذاشته بشه. من از اینجا تشکر میکنم از جناب علی و همکارانتون که در سرکار خانم شهناز خانم که این وسیله ملاقات منو با ایرانیان فراهم کردید. بعد هم بایستی بگم که از همه آهنگسازانی که در زمان زندگی هنری خودم استادان بزرگی مثل بابک بیاد، استاد حنانه، استاد شهبازیان، استاد شاهین فرهد، رهبرهایی مثل آقای علی رهبری، فرهاد مشکات، خیلی خاطرات خوبی دارم، استاد پایور و و اساتیدی که از آثارشون اجرا کردم. امیدوارم که وقتی کتاب موسیقی من تمام شد بتونم یک مهمانی به افتخار همشون داشته باشم. بله، گاهی وقتا هنرمندان دور هم جمع میشن که بهش میگن مهمانی دلشکسته ها، دلتنگی ها. خب هنرمندانی که دوست دارن با هم صحبت از روزگار پرابهتشون بکنن، منم میخوام به جمع اونها، نمیخوام بپیوندم ولی به این وسیله میخوام باعث شادی همشون باشم و تشکر بکنم بازم به خصوص از ملت ایران که همیشه حامی هنر همه ما بودن و امیدوارم که بازم بتونم خدمت بکنم به جامعه بشری. یادتون باشه من سالها در ژاپن زندگی کردم، همقدر که ایرانی ها رو دوست دارم ژاپنی ها رو دوست دارم، همقدر که ژاپنی ها رو دوست دارم افغانی ها و آلمانی ها رو دوست دارم، همه دنیا. امیدوارم که واقعا دنیای شیرینی برای همه مردم درست بشه، همه گذشت داشته باشن، بخشنده باشن، مهربانی رو سر لوحه زندگی قرار بدیم و دنیای خوبی داشته باشیم. از شما هم خیلی تشکر میکنم زنده و همچنین باشیم. از همه برگزار کنندگان این مصاحبه درود بر شما. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما با شما هستیم ولی تا برنامه دیگه، تا کوچه خاطرات دیگه، من شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنون عزیز، خسته نباشید. سلامت باشید. قربان شما. خیلی ممنون از شما.